خب سوال 84، در شکل زیر امتدادهای BC و DF همدیگر را در نقطه A قطع کردند. اگر طول AB برابر نصف قطر دایره باشد، کمان CE چند درجه است؟ O مرکز دایره و BE قطر دایره است. خب من میام شکل کامل تر در نظر میگیرم. میگم این آبی رو به من گفته که نصف قطر دایره، یعنی برابر شعاع. خب این شعاع هست، اینم شعاع هست، اینم شعاع هست، اینم شعاع. پس همه اینا با هم برابر هستن. خب پس اینا رو نوشتم. خب از طرف دیگه میام میگم که این بی آ با این بی او برابر هست، پس مثلث متساوی ساقه میشه. یعنی این زاویه آ با این زاویه آ و بی جفتشون برابر هم میگیریم آلفا. دقت کنید توی مثلث بی او سی این زاویه بی یک زاویه خارجی میشه برای مثلث بی آ او. خب زاویه خارجی چجوری به دست میاد؟ مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور. یعنی این بی یک چجوری به دست میاد؟ این آلفا به اضافه این آلفا، پس این بی یک میشه دو آلفا و سی یک هم میشه همین دو آلفا. خب حالا اگه ما این زاویه او اینجا رو بخوایم چی؟ میشه 180 منهای این دوتا، یعنی 180 منهای یه دو آلفا و یه دو آلفای دیگه، یعنی 180 منهای 4 آلفا. خب الان این کمان هست 45 درجه، این کمان هست آلفا و این کمان هم گفتیم 180 منهای 4 آلفا. خب جمع این سه تا کمان باید چقدر بشه؟ چون بالای قطر هستن باید بشه 180 درجه. خب پس من میام جمع این سه تا رو می نویسم، میگم جمع این سه تا باید بشه 180. مقدارشون قرار میدم، به جای کمان دی سی میذارم 45، به جای کمان سی بی میذارم آلفا، به جای بی اف هم میذارم 180 منهای 4 آلفا. خب پس 45 برابر 3 آلفا میشه و آلفا برابر 15 درجه میشه. خب حالا من زاویه دی او ای رو میخوام، زاویه دی او ای، دی او ای. خب این زاویه هم که میدونیم برابر آلفاه، چرا؟ چون متقابل به رأس هست با این ور آلفا. خب پس این زاویه هم برابر 15 درجه میشه، پس کمان دی ای هم برابر 15 درجه میشه. از ما کمان سی ای رو خواسته، کمان سی ای میشه کمان سی دی به اضافه کمان دی ای، یعنی یه 45 درجه یه 15 درجه با هم میشن 60 درجه. پس گزینه سه صحیح هست.